سلام، به فناوری خوش آمدین. ما در این برنامه قرار است که شما را با بهترین گجت ها، بهترین های دنیای تکنولوژی و همچنان بهترین اپلیکیشن ها و بهترین گیم ها آشنا بسازیم. پس همراهی ما کنید. امروز هدفون ها به یکی از بهترین و همچنان دوست داشتنی ترین گجت ها تبدیل شدند و ما هم هر ساله با لطف پیشرفت تکنولوژی شاهد هدفون ها هم هستیم که امروز هدفون های بی سیم دانستن محبوبیت زیادی را در بازار از آن خود بکنن و کمپانی های مختلف هم آمدن بالای یه فناوری با همدیگرشان رقابت میکنن. که یکی از شرکت ها شرکت انکور هست که شرکت انکور تانسته است که هدفون های ساوندکور خود را ساوندکور اسپیس انسی را با قیمت پایین تر و همچنان کیفیت بیشتر روانه بازار بکنه که ما هم امروز آوردیمش داخل استودیو، میخواییم براتون معرفیش بکنیم و شما را هم بیشتر با آشنا بسازیم. اگر بیایم کلی روش صحبت بکنیم، روی طراحیش یک طراحی شیک و جذاب داره، ساده هست که میتونه اولین نگاه خریدار را به سوی خودش جذب بکنه و همچنان انعطاف پذیر هم هست. میتونیم وقتی قاطش بکنیم جای کمتر را میگیره. زمانی که جای مسافرت میریم یا سفر میریم میتونیم همراه خود ببریمش و ساعت ها را بدون خستگی میتونیم که موسیقی های دل های خود را گوش بدیم. بدنش از پلاستیک و همچنان فلز ساخته شده است که طراحی شیک را براش داده و همچنان در کپش از چرم مصنوعی هم استفاده کرده است که تانسته است جذابیت بیشتر به ای بیفزایه و همچنان ای به هر سایز مناسب هست. میتونیم که این از سایزش بیشتر بسازیم، یعنی اگر راحت نباشیم با این میتونیم سایزش هم تغییر بدهیم و ازش استفاده بکنیم. و همچنان در قسمت سمت راست کپش از دکمه های ویلیام صدا و همچنان چنجر موزیک استفاده کرده است که اینا هم لمسی است. فقط میتونیم با لمس کردنشان ویلیام صدا را بیشتر بسازیم یا هم موزیکا را میتونیم که چنج بکنیم. با این دکمه پاور هم در سمت راست قرار گرفته است. در پالوی دکمه پاورش یک دکمه دیگر به خاطر پاسخگویی و تماس های دریافتی ما قرار داده است که میتونیم توسط این و تماس های ما هم پاسخ بدیم. جک هدفون و همچنان جک چارج هم در سمت راست قرار گرفته که اینجا لاین چارجشو لاین آکس هم هست که میتونیم از طریق آکس هم با موبایل وصلش بکنیم و همچنان از طریق بلوتوت هم میشه که با موبایل وصلش بکنیم و موسیقی های دل های ما را گوش بدیم. حالا روشنش کردیم، یک بار با بلوتوت وصلش میکنیم ببینیم کیفیت صداش چطور است. کیفیت صداش خیلی خوب هست، خیلی صدای قدرتمند را تولید میکنه، بخصوص در بیس های بالا صداش خیلی قدرتمند هست. و همچنان شرکت انکور در این هدفون های خود از فناوری حذف نویز هم استفاده کرده است که میتونه صداهای اطراف ما را خاموش بسازه یا بر ما انعکاس نده یا نمیتونه بر ما. و دکمش هم در سمت چپش قرار گرفته و زمانی که آن بانه میره صداهای اطراف را میتونه که خاموش بسازه و اگر آف بانیمش صداهای اطراف را روشن میکنه، میتونه که ما بشنویم، میتونیم صداهای اطراف را بشنویم. و این بدون شک بالای چارج هم تاثیر داره، اگر روشن باشه بدون شک چارج بیشتر میخوره، ولی بیتریش نسبت به دیگر هدفون ها خیلی قوی هست. زمانی که ما این یک بار چارج بکنیم میتونیم حدود 20 ساعت را از استفاده بکنیم. و یک خوبی دیگه که داره است که زمانی که ما با بلوتوت وصل میکنیم میره، اگر 10 متر هم از گوشی ما فاصله بگیریم بازم کار میکنه، میتونیم که موسیقی های دل های ما را گوش بدیم. اگر به طور خلاصه بگوییم این هدفون ها مخصوص کسایی هستند که سخت پسند هستند از لحاظ طراحی و همچنان از لحاظ کیفیت، کاملا با اونا ساخته شدن که از استفاده کردنش از یک بار تجربهش پشیمان نمیشن. اگر شما هم گجت هایی دوست دارین که براتون معرفی بکنیم، میتونین که در صفحه فیسبوک ما رفته برای ما پیام بگذارین یا هم کامنت بگذارین بر ما. ما حتما در برنامه های بعدی گجت ها را براتون معرفی میکنیم. سلام، به بخش پاسخ شما خوش آمدین. ما در این بخش از برنامه قرار است که به سوالات شما در حوزه تکنولوژی پاسخ بدیم. اگر شما هم سوالات در حوزه تکنولوژی دارین میتونین که از طریق صفحه فیسبوک ما با ما در میان بگذارین. حالا هم میریم طرف سوالاتی که بیشتر شما در صفحه فیسبوک ما از ما پرسیدین. سوال اولی که بیشتر پرسیده شده است نوشتن که چه پیشنهادی برای امنیت اطلاعات شخصی ما در هنگام استفاده از وای فای یا هم اینترنت هتل و رستوران اینا دارین؟ خب در همچون مواقع بسیار براتون پیشنهاد میکنیم که از آنتی ویروس ها استفاده بکنین، چون نرم افزار های آنتی ویروس ها علاوه بر اینکه رایگان هستن میتونن که موبایل شما را امن‌تر بسازن.
مثلا آنتی ویروس مثل AVG-free میتونه که هم روی گوشی موبایل ما جواب بده، هم روی کامپیوترهای لپتاپ ما هم میتونه که جواب بده. سوال دومی که بیشتر پرسیده شده است، نوشتن که در سفر کار کردن با تبلت بهتر است یا با لپتاپ. خب کسایی که در سفر میخواین کار بکنن یا وبلاگ نویسی بکنن، ما برشان تبلت را پیشنهاد نمیکنیم و شما میتونین که در عوض از مینی کامپیوترهای لپتاپ یا همون کامپیوترهای کوچک استفاده بکنین. چرا؟ چون کار کردن با لپتاپ ها خیلی راحت هستند، ولی شما میتونین که با اضافه کردن چند لوازم الکترونیکی به تبلت هایتان کار بورم راحت تر بسازین. اما چند مشکل دیگه وجود داره. این کار کمی حوصله زیاد کار داره، اپلیکیشن ها کمی محدودتر هستند و همچنان کامپیوترهای لپتاپ نسبت به تبلت ها حافظه بیشتر دارن، نه امکان داره با کمبود حافظه اونجا ما مواجه شویم و یا هم کار کردن با کیبورد از یکم مشکل هست. مثلا بعضی دوستا عادت ندارن زیاد با تبلت تایپ بکنن و اینکه شما روی یک کیبورد فیزیکی تایپ بکنین، این کار خیلی راحت تر خواهد. یک دوستم ازم پرسیده است که من یک گوشی آیفون دارم و از آیفون استفاده می کنم، آیا برم طرف برندهای دیگر و برندهای دیگر هم تجربه بکنم؟ و اگر برم تجربه بکنم کدام برند شما برام پیشنهاد می کنید؟ خب دوست عزیز، اگر شما از استفاده آیفون لذت می برین و کار کردن با او راحت هستین، پس هیچ نیازی نیست که برین طرف برندهای دیگر و اونها رو تجربه بکنین. اما اگر از استفاده آیفون لذت نمیبرین و از کار کردن با او خوش نیستین، میتونین که از تلفن های دیگری که در بازار موجود هستن و همچنان کارکردهای مشابه آنچه که شما میخواین را داره را میتونین که استفاده بکنین. اما براتون پیشنهاد میکنم که در انتخاب گوشی بعدیتان خیلی دقت بکنین، چون دیگه نیاز نشه که شما برین گوشیتان را تبدیل بکنین. در بخش از برنامه، یعنی در بخش اخبار دنیای تکنولوژی، قرار است که شما را با بهترین های دنیای تکنولوژی آشنا بسازیم. کمپانی یک نوار هوشمند LEDش را با قابلیت تغییر رنگ و همچنان نوردهی معرفی کرده است که شما میتونین با استفاده از این نوار ایره دور اجسام ببشانین یا هم در هر قسمت از دکوراسیون منزل یا هم محل کارتون میتونین را قرار بدین و دکوراسیون منزلتان را زیباتر بسازین. میتونین در پشت تلویزیون، در میز آشپزخانه، میز کاری وینایتان قرار بدین و قسمی که از نامش پیدا هست، این هوشمند هست و میتونیم که تغییر رنگ و نورش را توسط دستیار صوتی سری و همچنان هومکیت اپل هم تعیین بکنیم و یک اپلیکیشن مخصوص خودش هم داره که توسط اون میتونیم که نورش و همچنان دقیقای نور و نورسنجی و تغییر رنگ ایناش توسط از اون هم کنترل بکنیم. خبر سوم ما هم در مورد یک موتورسیکلت برقی از کمپانی نیواس هست که این موتورسیکلت برقی با طراحی شیک و جذابی که داره، اولین نگاهتان را به سوی خودش به شدت جذب میکنه و کمپانی نیواس هم در این موتورسیکلت خود از فایبر کربن استفاده کرده است که باعث شده وزنش نسبت به دیگر موتورسیکلت ها خیلی کم شده و همچنان تایرهای نازکش هم یک جذابیت خاص را به او بخشیده است. یعنی گفته میتونیم براش وزنش قایدر یک بایسکل شاید باشه، بیشتر از اونه و استفاده از فیبر کربن در این باعث شده است تا وزنش نسبت به فلزات مثل المونیوم و مثل فولاد اینا نسبت به اونا خیلی کمتر شوه و موتورسیکل دوانی با یک لذت خاص را داره، چون وزنش خیلی کم هست میتونیم خیلی راحت از این استفاده بکنیم.
خبر چهارم ما هم در مورد ربات هاب کمپانی LG هست که این ربات هاب توسطش میتونیم که دستگاه های هوشمند خانگی را کنترل بکنیم، برای ما میتونه که موسیقی پلی بکنه و زندگی کاربران را خیلی راحت ساخته است و همچنان بعضی وقتا میتونه که برای ما چهره دوستانه بگیره تا روابط عاطفی بهتری هم با این برقرار بکنیم و کسایی که باغبان هستن یا زمین دارن حتی به اینا میتونه که در باغبانی اینا کمک بکنه، برایشان مشوره های خوب میده و یک برادر بزرگ هستی هم معرفی شده به نام آیروبات که آیروبات قرار است در فرودگاه ها یا هم میدان های هوایی از استفاده شود و این ربات به تمام سوالات عموم مراجعین اینا پاسخ میده و اونا رو راهنمایی میکنه. You're so cute. Hello. What should we have for dinner tonight? How's lasagna? Wow, that sounds wonderful. Do we have all the ingredients? Checking ingredients for lasagna. We don't have cheese. Should we order? Okay, I'll order. Hi, LG! Play the music! Hi, LG. Let's vacuum the room, shall we? Of course. I'll do that. Please, move. No! Please move. No! No! این بود بخش اخبار دنیای تکنولوژی که دقیق ما شما شد. حالا هم میریم به بخش اپ ریویو. سلام، به بخش اپ ریویو خوش آمدین. ما در بخش از برنامه قرار است که شما را با بهترین اپلیکیشن های iOS و همچنان اندرویدی آشنا بسازیم. اگر شما هم اپلیکیشن های خوب و به درد بخور دارین و دوست دارین که برایتون معرفیش بکنین، برای ما بفرستین، ما حتما برایتون معرفیش میکنیم. اول اپلیکیشنی که میخوایم معرفی بکنم از iOS هست به نام دیلینگو. شما میتونین با این اپلیکیشن زبانهای مثل اسپانیایی و روسی و پرتغالی و آلمانی و انگلیسی را یاد بگیرین و فقط میتونین که در ظرف 20 دقیقه در روز اگر شما مخصوص همی بکنین و 20 دقیقه تون را صرف از این اپلیکیشن بکنین، میتونین که زبان انگلیسی را یاد بگیرین و کسایی که کم و بیش با زبان انگلیسی بلدیت دارن اینا میتونن که زبانهای مختلف را در یاد بگیرن و این اپلیکیشن حتی میتونه شما را سرگرم هم بسازه و اگر شما مشکل فراموش کردن لغات را دارین، این مشکلتان هم در این حل شده است یا به این مشکلتان رسیدگی شده است و میتونین که مشکلتان را هم با استفاده از این اپلیکیشن حل بسازین و تمام درس ها در این اپلیکیشن بر اساس تصاویر هست که بهتر میتونه که در ذهنتان جا به جا شوه و اگر شما فقط 20 دقیقه یا 10 دقیقه تان را در روز صرف از این اپلیکیشن بکنین، درسایش را بیاموزین، در مدت 3 ماه میتونین که به طور کامل انگلیسی را یاد بگیرین و انگلیسی صحبت بکنین. اولین اپلیکیشن اندرویدی هم که میخوایم معرفی بکنم یا مربوط آموزش زبان هست که توسط هم میتونیم زبانهای روسی و اسپانیایی و آلمانی و انگلیسی و اینا را یاد بگیریم و میتونیم که با استفاده از این اپلیکیشن اگر زبان انگلیسی را کم یاد داریم این را بهتر بیاموزیم و تمام جملات مهم توسط متخصصان زبان در ایران شده
و میتونیم که 4000 لغت ضروری و مهم را با یه اپلیکیشن ما یاد بگیریم. و یک خوبی اپلیکیشن این است که تمام لغت هایی را که ما یاد میگیریم اونا را ثبت میکنه تا ما بتونیم بیشتر ما پیشرفت بکنیم و تمام برنامه های ما را تنظیم میکنه، برنامه ریزی میکنه برای ما و این به دست خودش است که چوق برای ما لغت های جدید را یاد بده. یعنی تا زمانی که لغت های گذشته را خوب یاد نگرفتین براتون لغت های جدید را آموزش نمیده و این تشخیص صدا هم داره که این را بیشتر برای شما میتونه که در آموزش زبان ها کمک بکنه. دومین اپلیکیشن iOS که میخوایم معرفی بکنم به نام لومستی هست. اگر شما هم میخواین که با روش های نوین هوش و حافظه تان را تقویت بکنین پس حتما باید از لومستی استفاده بکنین. لومستی با در اختیار قرار دادن گیم ها و بازی های جالب برای شما کمک را میکنه که حافظه و هوشتان را بیشتر تقویت کنید و زمانی که شما بازی هایی را انجام میدین به صورت ناخودآگاه ذهنتان تقویت میشه و به خاطر از اینکه بتونین از لومستی استفاده بکنین اول معلومات شخصیتان را درج میکنین، مثل نام و جنسیت و سن و سال و ایمیل آدرس اینایتان را باید درج بکنین، وارد برنامه شوین، گیم بازی بکنین و ذهنتان را بیشتر تقویت کنین. یعنی هم میتونین سرگرم باشین و هم بیشتر هوش و حافظه‌تان را هم تقویت بکنین. دومین اپلیکیشن اندرویدی هم که میخوایم معرفی بکنم براتون به نام اورنوت هست که ما یکی پروگرام های نوت داریم که توسط از او ما یادداشت برداری میکنیم، ولی اپلیکیشن هم رایگان هست و امکانات زیادی را دسترستان قرار میده. مثلا میتونیم که نوت بگیریم در کنار از این میتونیم که یادداشت های صوتی بذاریم، یادآورهای صوتی بگذاریم، تصاویر ما را ذخیره بکنیم و همچنان با استفاده از هشتگ میتونیم که ما متن ها و اینای ما را دری بنویسیم. و این پروگرام بیشتر از 500 میلیون بار از گوگل پلی دانلود شده و یکی از بهترین های اندرویدی شناخته شده است و شما میتونید که با استفاده از این حتی یادداشت ها و اینایتان را هم با دوستانتان در صفحات اجتماعی و با شماره تلفنش هم شریک بسازید. و حالا هم میخواییم یک اپلیکیشن براتون معرفی بکنم که هم iOS هست و همچنان اندرویدی. یا اپلیکیشن مخصوص کسایی هست که زیاد اضافه وزن هستن یا هم وزنشان کم هست میخواین که یک وزن مناسب برای خودشان تعیین بکنن. این اپلیکیشن به نام بشقاب هست که با نصب کردن از این در اول باید تمام معلومات شخصی ما را مثل اسم ما و جنسیت ما و سن سال ما و همچنان وزن ما را در این درج بکنیم تا این وزن ما را تشخیص بده که وزن ما زیاد هست یا کم هست و بعد از اون میتونیم همه روزه با دستورات از او گوش بدیم و وزن خود را مناسب بسازیم یا وزن ما را کم بسازیم و میتونیم یک عکس هم به او آپلود بکنیم در اول که وقتی راجستر میکنیم خود ما را به و هر روزی که عکس آپلود میکنیم عکس های ما را با همدیگرشان مقایسه میکنن ببینه که چقدر تغییرات در وزن ما ایجاد شده است. و اگر میخواین که بیشتر از استفاده بکنین یک وزن مناسب برای خودتان تعیین بکنین میتونین که برنامه ماهانه یا هم سالانه از ایره خریداری بکنین و با این میتونین که غذاهای روزمره تان را براش تعریف بکنین و همچنان براتون دستور میده که
مثلا اینی روز باید اینی غذا را بخوری که وزنت بیش از حد زیاد نشه، یا اینی غذا را بخوری که وزنت کم شوه. برنامه خوراک روزانه ما را برای ما تعیین میکنه و برای ما میگه که کدام ورزش ها را بیشتر انجام بدهیم که بتانیم ما وزن ما کم شوه هم وزن ما بیشتر شوه. این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما میتونید که ما را در صفحات اجتماعی نیز دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.